أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نام خداوند بخشنده بخشایشگر. قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت، آنگاه نشانه و معجزه ای را ببینند روی گردانده میگویند این سحری مستمر است. آیات خدا را تکذیب کردند و از هوای نفسشان پیروی نمودند و هر امری قرارگاهی دارد. به اندازه کافی برای بازداشتن از بدیها اخبار انبیا و امتهای پیشین به آنان رسیده است. این آیات حکمت بالغه الهی است، اما انذارها برای افراد لجوج فایده نمی دهد. بنابراین از آنها روی بگردان و روزی را به یاد آور که دعوت کننده الهی مردم را به امر وحشتناکی دعوت می کند، دعوت به حساب اعمال. آنان در حالی که چشمهایشان از شدت وحشت به زیر افتاده همچون ملخهای پراکنده از قبرها خارج می شوند، حالی که بر اثر وحشت و اضطراب به سوی این دعوت کننده گردن می کشند. کافران می گویند امروز روز سخت و دردناکی است. از آنها قوم نوح تکذیب کردند. آری بنده ما نوح را تکذیب کرده و گفتند او دیوانه است و با انواع آزارها از ادامه رسالتش باز داشته شد. او در گاه پروردگار عرضه داشت من مغلوب این قوم طغیانگر شده ام، انتقام مرا از آنها بگیر. به هنگام درهای آسمان را با آبی فراوان و پی در پی گشودیم، زمین را شکافتیم و چشمه های زیادی بیرون فرستادیم و این دو آب به اندازه مقدر با هم درآمیختند و دریای وحشتناکی شد. او را بر مرکبی از الواح و میخهایی ساخته شده سوار کردیم، مرکبی که زیر نظر ما حرکت می کرد. این کیفری بود برای کسانی که به او کافر شده بودند. ما این ماجرا را به عنوان نشانه ای در میان امتها باقی گذاردیم. آیا کسی هست که پند گیرد؟ نون بنگرید عذاب و انذارهای من چگونه بود. ما قرآن را برای تذکر آسان ساختیم، آیا کسی هست که متذکر شود؟ قوم عاد نیز پیامبر خود را تکذیب کردند، پس ببینید عذاب و انذارهای من چگونه بود. تند باد وحشتناک و سردی را در یک روز شوم مستمر بر آنان فرستادیم، مردم را همچون تنه های نخل ریشه‌کن شده از جا برمی‌کند. ببینید عذاب و انذارهای من چگونه بود. قرآن را برای تذکر آسان ساختیم، آیا کسی هست که متذکر شود؟ طایفه ثمود نیز انذارهای الهی را تکذیب کردند، گفتند آیا ما از بشری از جنس خود پیروی کنیم؟ اگر چنین کنیم در گمراهی و جنون خواهیم بود. از میان ما تنها بر او وحی نازل شده؟ نه، او آدم بسیار دروغگوی هوسبازی است. فردا می‌فهمند چه کسی دروغگوی هوسباز است. ناقه را برای آزمایش آنها می‌فرستیم. در انتظار پایان کار آنان باش و صبر کن. به آنها خبر ده که آب قریه باید در میانشان تقسیم شود، یک روز سهم ناقه و یک روز برای آنها، و هر یک در نوبت خود باید حاضر شوند. یکی از یاران خود را صدا زدند، او به سراغ این کار آمد و پی کرد. بنگرید
عذاب و انذارهای من چگونه بود؟ ما فقط یک صیحه صاعقه عظیم بر آنها فرستادیم و به دنبال آن همگی به صورت گیاه خشکی در آمدند که صاحب چهار پایان در آغل جمع آوری می کند. ما قرآن را برای یادآوری آسان ساختیم. آیا کسی هست که متذکر شود؟ ملوت انذارها را تکذیب کردند. ما بر آنها تند بادی که ریگها را به حرکت در می آورد فرستادیم و همه را هلاک کردیم جز خاندان لوط را که سحرگاهان نجاتشان دادیم. نعمتی بود از ناحیه ما. این گونه هر کسی را که شکر کند پاداش می دهیم. او آنها را از مجازات ما بیم داد، ولی آنها اصرار بر مجادله و القای شک داشتند. آنها از لوط خواستند میهمانانش را در اختیارشان بگذارد، ولی ما چشمانشان را نابینا و محو کردیم و گفتیم بچشید عذاب و انذارهای مرا. انجام صبحگاهان و در اول روز عذابی پایدار و ثابت به سراغشان آمد و گفتیم پس بچشید عذاب و انذارهای مرا. قرآن را برای یادآوری آسان ساختیم. آیا کسی هست که متذکر شود؟ همچنین انذارها و هشدارها یکی پس از دیگری به سراغ آل فرعون آمد. آنها همه آیات ما را تکذیب کردند و ما آنها را گرفتیم و مجازات کردیم. گرفتن شخصی قدرتمند و توانا. آیا کفار شما بهتر از آنانند؟ یا برای شما امان نامه ای در کتب آسمانی نازل شده است؟ می گویند ما جماعتی متحد و نیرومند و پیروزیم، ولی بدانند به زودی جمعشان شکست می خورد و پا به فرار می گذارند. علاوه بر این رستاخیز موعد آنهاست و مجازات قیامت هولناکتر و تلختر است. جرمان در گمراهی و شعله های آتشند. آن روز که در آتش دوزخ به صورتشان کشیده می شوند و به آنها گفته می شود بکشید آتش دوزخ را، عته ما هر چیز را به اندازه آفریدیم. فرمان ما یک امر بیش نیست، همچون یک چشم بر هم زدن. ما کسانی را که در گذشته شبیه شما بودند هلاک کردیم. آیا کسی هست که پند گیرد؟ هر کاری را انجام دادند در نامه های اعمالشان ثبت است. هر کار کوچک و بزرگی نوشته شده است. اینن پرهیزگاران در باغها و نهرهای بهشتی جای دارند، در جایگاه صدق نزد خداوند مالک مقتدر.